هر چینلی را که تا به حال دیدین بعد از این میبینین به نام ما، او واقعی نیستن و ما نیستیم. چندین بار یوتیوب ما خراب شد و حال بزرگی جناب پوپلزی صاحب که تقریبا 56,000 سابسکرایبر یوتیوب داره که به شایق جاد تحفه داده. یعنی خردترین عضو فامیل رسانه‌ای افغانستان شایق کفشانی است. ولی ناجوانا در سالگیری شایق کفشانی نامدن. یکیشان نامدن. هیچ وقتی یک کسی که شما بهتر بود را تخریب نکنیم. از او سوال بکنیم که دلیل موفقیتش چی هست. شما هم پند بگیرین و او را سر خود عملی بکنیم تا که یک شخص موفق در جامعه باشیم. شما بیاین کوچکترین خبرنگار افغانستان، کوچکترین یوتیوبر افغانستان شما تشویق بکنیم. به خاطر وطن چی کردیم؟ به خاطر حمایت از تاجران افغان چی کردیم؟ به خاطر حمایت از محصولات وطنی شما چی کردین؟ به خاطر پاکی و صفایی شهر شما چی کردین؟ چی کردین؟ یک تا ویدیو را شما به من آدرس بدین. امی کسایی که علیه ما تظاهرات کردن که ولی شایق چرا قدر تشویق میکنین، ما را کم تشویق میکنین. شما چی کردین؟ شما باور بکنین که آدم خجالت میکشه که وقتی بزرگترین خبرنگارا، کسایی که میگم منم، کسایی که میگه 10 سال مسابقه رسانه ای دارم، 20 سال سابقه رسانه ای دارم، میایه و امرای شایق جان بخیلی میکنه، باور کن مخو میشرم. شما هنر فرزندانتان پیدا بکنین، نه که در صدد تخریب فرزندان دیگر باشین. بگوین که شایق چگونه برنامه ثبت کنند که به تب دل شما باشه؟ دقیقا. چینل رسمی ما همی چینل شایق کفشانی است و به حمایت شما دوستان نیاز داریم. ما هیچ وقتی تصویر منفی وطن خود نشر نمی کنیم. ما بالای خود رشخند نمی زنیم. اگر امروز ما تصویر منفی یک وطندار ما را نشر بکنیم، پس یعنی بالای خود چی کردیم؟ رشخند زدیم. بالای خود ظلم کردیم. به نام خداوند یکتا و مهربان، خدا کنه که همگیتان خوب و صحتمند و سرحال باشین. امروز ما بسیار خوشحال هستم و همچنان شایق جان بسیار خوشحال است و دلیل از این خوشحالی ما را شاید خودتان بفهمین، ولی ما هم کمی براتون خود گفتیم. شما قسمی که در جریان هستین عزیزای دل ما، شایق جان در چینل یوتیوب های زیادی کار کرد و هیچ وقت یک چینل مشخص به نام شایق کفشانی نداشت و در چینل هایی که کار کردیم متاسفانه با دلیل های مختلف، با رقابت های ناسالم، ما همیشه ضرر کردیم. دقیقا. و چینل ما به نبه از بین رفت، خراب شد، که واقعا روحی شایق جان ضربه زد، به خاطر که بسیار زحمت میکشه آدم تا یک برنامه مقبول زیبا جور میکنه، تا در او بیننده های واقعی خود پیدا میکنه، علاقه مندای خود پیدا میکنه، خیلی آدم زحمت میکشه. ولی وقتی که یک بارگی چینلت از دستت میره و از بین میره و تو مجبور میشی باز از صفر شروع کنی، باز صفر میرسانی به 50 و 20 و 30، باز او از بین میره، باز مجبور میشی از صفر شروع بکنی. خب خلاصه ما خیلی زحمت کشیدیم و تمام چینلای ما از بین رفت. حالا شایق جان امرایتان سلام علیکی میکنه، بعدن باز ما گفتنی های خودت دار. عرض سلام و درود خدمت تمام بیننده های عزیز و گرامی شایق کفشانی و بیننده ما. انشالله که تمامتان خوب و صحتمند و سرحال باشید. دوستان عزیز، در این یک سال یا دو سالی که ما در رسان آمدیم با چینل یوتیوب های زیادی کار کردیم و نتیجه پیدا نکردیم و خواستیم بالاخره یک چینلی بسازیم تا بتونیم همون علاقمندای خود را، هموطنان خود را دور هم جمع بکنیم و چینل رسمی خود را بر هموطنان نشون بدیم که چینل رسمی ما هست. و هر چینلی را که تا به حال دیدین بعد از این میبینین به نام ما، او واقعی نیستن و ما نیستیم. چینل رسمی ما همی چینل شایق کفشانی است و به حمایت شما دوستان نیاز داریم.
دوستان عزیز، چینل رسمی ما هست، لطفاً حمایت بکنین تا ما بتونیم برنامه های زیبا و عالی ضبط بکنیم برای شما و با هم همسفر باشیم در تمام ولایات افغانستان. و میخوایم خوشخبری را براتون بگویم که شایق جان پیش از پیش براتون گفت چینل را که شما فعلا تصویر ما را ازی مشاهده میکنین چینل رسمی شایق کفشانی است که فعلا همین لحظه ای که شما ما را میبینین چینل دقیقا 56,000 سابسکرایبر داره و این چینل یکی از مشهورترین و فعالترین و دوست داشتنی ترین جوان افغانستان، کسی که در بخش تخنیک کار یوتیوب واقعا وارد است، جوان خوشنام، جناب پوپلزی صاحب بزرگوار لطف کردن و این چینل تحفه بر شایق جان دادن. به دلیل از این که فعالیت های شایق بسیار کم شده بود در اواخر و زیاد تمرکزش روی فیسبوک و اینستاگرام بود، اصلا دیگه علاقه بر یوتیوب نداشت، به می خاطر جناب پوپلزی صاحب لطف کردن و چینل جدید شایق جان با 56,000 سابسکرایبر بر شایق جان تحفه دادن که واقعا ما مدیون و سپاسگزارش هستیم. دقیقا یک جان سپاس از پوپلزی صاحب گرامی که واقعا لطف کردن در حق ما تا ما نزدیک شویم به هموطنهای خود، به کسایی که ما را در یوتیوب دوست دارن تماشا بکنن. و تشکر از صوفیشون، تشکر از شما هموطنها که ما را حمایت میکنین. انشاءالله که ما را حمایت بکنین دیگه دوستای عزیز. ما تمام تلاش ما را میکنیم در این چینل تا بهترین برنامه ها را بر شما ضبط بکنیم و بسیار براحتی رو میتونین چینل ما را پیدا بکنین و حتما با دوستایتان شریک بسازین که اگر میخواین ما را دنبال بکنن، چینل یوتیوب اصلی ما را نمیدانن کدام است، برش لینک روان بکنین تا که ما را دنبال بکنه و ما را زحمت میکشیم تا او از ما شاد باشه. دقیقا. و این چینل که تحفه برات داد جناب پوپلزی صاحب، از ما خواهشش ای بود که شایق جان هیچ وقت امو روحی خود از دست نده، دنبال کامنت های منفی نباشه، دنبال کامنت های مثبت باشه، دنبال از ای باشه که چقدر از افغان ها شایق جان دوست دارن. شایق جان از ته دل دوست دارن و به این دلیل نمیشه که 4 کامنت منفی باعث از این شوه که شایق روحی خود از دست بده و دیگه در یوتیوب فعالیتش کم باشه، که دقیقا دشمنای شایق کفشانی، کسایی که علیه شایق کفشانی برنامه سازی میکنن، برنامه های متنوع جور میکنن، بله جور میکنن، که از جمله خبرنگارای نسبتا مشهور هم هستن، ولی میخیزن روی شایق جان، روی ما ویدیو میسازن و در صدد تخریب ما هستن. گفت که این چینل وقتی که من تحفه میکنم بر شایق جان، دلیلش فقط همه قدر است که یک مشت آهنین در صورت او کسایی باشه که شایق دو میزنن، دشنام میگن و در صدد تخریب کردن ما هستن. بله، پس به این خاطر تو نباید روحیت از دست بیتی. ببین مردم چقدر تو را دوست داره که حتی حاضر هستن که 56,000 سابسکرایبر چینل داشته باشه او را به خودت تحفه بده. چقدر ای از بزرگی شان است. مردم چقدر خودت دوست داره که بزرگترین تجار در افغانستان میخیزه به خودت موتر سایکل جایزه میده. بله. پس مردم چقدر تو را دوست داره که میخیزن بر تو موبایل آیفون 15 جایزه میدن. من سپاسگزار هموطنانم هستم، سپاسگزار تجارای وطنم هستم، سپاسگزار تک تک وطندارایم هستم که چی مرا میبینن، چی مرا حمایت میکنن. یک جهان سپاس از تمامتان. اگر مرا میبینین یا صدای من میشنوین، سپاسگزار تمامتان هستم. تشکر که برادر کوچکتان را، پسرتان را حمایت کردین، چون که ما هیچ چیزی نیستیم بدون شما. و تشکر از حمایتتان. چینل رسمی ما هست، ما و پدر جانم تصمیم گرفتیم تا بهترین برنامه ها رو بر شما ثبت بکنیم. دقیقا. بالاترین مقامات مصاحبه داشته باشیم و درد دلشان را برای شما به تصویر بکشیم. دقیقا. و خوشخبری دیگه برای شما عزیزای دل دارم،
زمانی که ما آگاه شدیم که جناب پوپلزای صاحب تصمیم گرفته که چینل 56,000 سابسکرایبری را به شایق جان تحفه بده، همو وقت تصمیم گرفتیم که ما هم در اندازه توان خود باید یک کار ویژه بکنیم و تصمیم گرفتیم که برای آیت جان قند، برای آیت کفشانی، برای دختر برادر بزرگم فضل هادی کفشانی، ما چینل SSP تیوی خود که شایق جان از یک سابسکرایبر شروعش کرد و الحمدلله امروز در مرز 8,500 سابسکرایبر واقعی هست، او را تحفه کردیم برای آیت جان که آیت جان روی از او چینل زحمت بکشه و شایق جان روی از این چینل زحمت بکشه. ما میخواییم نقطه های بارز تورد بگویم، نقطه هایی را که تو را در بین مردم محبوب تر ساخته شایق جان، میخواییم برات بگویم. شایق، امروز اگر کسای با ما دشمنی دارن، اونا دیده نمیتونن که شایق میره زیبایی های وطن و تصویر میکشه. متوجه هستی؟ اونا با ما دشمن هستن، میگن تو برو از خرابی ها و از بربادی ها، از کثافت دانی ها و از جاهای مخروبی وطن تصویر به نشر بسپار. به دلیل چی؟ به دلیل از این که اونا دوست ندارن وطنشان از زیبا ببینن. اونا همیشه کوشش میکنن تصویر بد از افغانستان برشان نشان بدی تا اونا چی شون؟ شاد. دلشان شاد شوه. اونا فکر بکنن که اگر ما امروز در افغانستان نیستم پس خوششانس هستم. متوجه هستی؟ یگانه کسایی که با ما دشمنی دارن همو ایده کسا هستن که دوست ندارن تصویر زیبا از افغانستان ببینن. امروز شایق جان، تو وقتی که میخیزی از تاجرای وطن حمایت میکنی، از کسایی که در افغانستان ماندن سرمایه گذاری کردن، اینجا زحمت کشیدن، اینجا قصر آباد کردن، اینجا شرکت ساختن، اینجا سرمایه خود بر ملت افغانستان سرمایه گذاری کردن، وقتی که تو حمایت میکنی اونا خوش ندارن. متوجه استی؟ چرا خوش ندارن؟ چرا احساس میکنن؟ میگن وقتی که ما سرمایه خود از وطن کشیدیم بیرون، پس اون نفری که سرمایهش داخل افغانستان مونده او کلشکار نمیته، کلش کار نمیته. یا احساس میکنه میگه ای کاش ما هم سرمایه‌ام در اونجا میبود، پس ما که کشیدیم. تو شایق جان وقتی که از تاجرا حمایت میکنی، وقتی که تاجرا را تشویق میکنی، پس تو چی هستی؟ چاپلوس هستی. بعضی از دوستای دیگه که خودت و مرا دشنام میدن، به خاطر چی؟ به خاطر از این که ما همیشه کوشش میکنیم در صدد از این هستیم که نفاق افغانی از افغانستان دور شود. ما همیشه در صدد از این هستیم که چطور میتونیم افغانها را با هم متحد بسازیم، چطور میتونیم که اینی گپا را دور کنیم که تو تاجک هستی من هزار هستم، تو ازبک هستی من پشتون هستم، تو بلوچ هستی من ایماق هستم، تو ایستی من اوستم، تو اوستی من اوستم. یک مطلب بسیار خوب در پشتو داریم، چی میگه؟ تو ما و یک مایم ما و یک تایم. یک مطلب بسیار زیبا در پشتو هست، میگه کتوای چه زیم، کزوایم چه زیم، او توای چه زیم، نبته نبزیم، او کزوایم چه تیه، او توای چه تیه، همبته همبزیم. این بسیار یک مفهوم کلام داره. وقتی که ما خودخواه باشیم، ما بگویم که نه من تاجک هستم، من از پشتون کده خیلی باشان و شوکت هستم، پشتون بگویم نه ما بسیار باشان و شوکت هستیم، ای وطن از ماست. متوجه هستی؟ و ازبک همچنان اینه به تو بگه ازاره، بگه که ما خو سابقه ترین کسایی هستیم که در افغانستان هستیم. اینی موضوعات ما دامن بزنیم، باز او وقت منافقین و مخالفینی که امروز ما را بد میگن اونا خیلی خوشحال میشن. متوجه هستی؟ اونا خیلی خوشحال میشن. ولی وقتی که تو میگی من قوم پشتون خدا دوست دارم، وقتی که تو میگی من قوم ازاره خدا دوست دارم، وقتی که تو میگی من قوم تاجک خدا دوست دارم، من ازبک خدا دوست دارم، من ایماق خدا دوست دارم، من تمام اقوام افغانستان دوست دارم، منافقین خفه میشن.
ناراحت میشه و اونا چی میکنن؟ شروع میکنن بعد دعو دشنام دادن. ایناله من یک چیز دیگر هم میگم، ما شما چند وقت پیش لایف رفتیم در فیسبوک، یادت هست؟ بله دقیقا. ما به چه نکته بسیار جالبه در فیسبوک مواجه شدیم؟ با کدام نکته مواجه شدیم؟ به این که همسران ما یکیشون دشنام نمیدادن. باور ما تعجب کردیم، گفتیم چطور اینا ما رو دعو نزدن؟ دقیقا. چرا ما رو دعو نزدن؟ دلیلش همی بود که او کسایی که دعو میزنن تمامش صفحات فیک و صفحات دروغی است. ما به این نتیجه رسیدیم که کسایی که به ما دعو دشنام میتن کسایی هستن که صفحات فیک دارن. وقتی که ما لایف میاییم لایف صحبت میکنیم کسی نیست که ما را دعو دشنام بده، ولی وقتی که ما یک عکس پست میکنیم یا یک ویدیو را پست میکنیم باز دعو دشنام میشنویم. بله. بعد از امون که یک ویدیو را یک ایرانی مانده بود گفت ما بسیار به یک نکته جالب سر خوردم که در میواخر گفت در صفحه ما مرا مردم دو میزنه دشنام میده. گفتم رفتم چک کردم که کیا هستم که اینا مرا دو دشنام میدن. گفت بالاخره دوست ما که به حساب بسیار ماهر از دهی کارا چک کردم که کسایی که مرا دو میزنه اونا از نزدیکترین کسای ما هستن. اونا یک صفحه دارن، مثال از صفحه اصلی خود نوشته میکنن ماشالله شایق جان به تو افتخار میکنم. متوجه هستی؟ باز ای همون منافقین، البته من میگم باز در صفحات فیک خود میاین دو میزنن دشنام میتن دشنام میتن، یعنی 20 تا صفحه فیک دارن از طریق صفحات فیک خود دو دشنام میتن. و کسایی که دو دشنام میتن به ما به شایق جان ما بالکل مطمئن هستیم الحمدلله، با وجودی که من یک روز احساساتی شدم خیلی جگرخون شدم، ولی بعدن که تحقیق کردم که الحمدلله محبوبیت شایق جان در افغانستان عالی است. قربان. و ما قدرت گرفتیم، ما انرژی گرفتیم که نه، افغانستان مردمش ما را دوست داره. کسایی که در خارج از افغانستان هستن همچنان ما را دوست دارن، ولی کسایی که ما را دو دشنام میتن آن اده کسایی هستن که یک دانه فیسبوک اصلی از خود دارن، مثال یک صفحه اصلی از خود دارن، 10 تا 20 تا صفحه فیک به خود ساختن. دقیقا. و اونا ما را چی میکنن؟ دشنام میتن. و ای باعث از این نمیشه که ما و شایق جان خدای نخواسته دل سرد شویم. و امروز جناب پوپلزای صاحب که بزرگواری را کرده چینل 56,000 سابسکرایبری را بر شایق جان توفه داده، ای فقط دلیلش حمایتش از شایق جان بوده که خواسته که به شایق بفهمانه که مردم افغانستان خودتا خیلی دوست داره. دوست. و بمون دلیل این چینل مربوط تو. ایناله وقتی که چینل در اختیار ما میاید کدام مسئولیت ها را ما داریم؟ ببینین ما میتونیم که تصویرهای خراب از افغانستان نشر بکنیم، ما میتونیم که افغانستان وضعیتش بسیار خراب جلوه بتیم، اما چرا نمیتیم؟ دلیلش فقط ای است اگر امروز ما وضعیت افغانستان خراب نشان بتیم، پس کسایی که از افغانستان بیرون رفتن اونا هیچ وقت امید برگشت به افغانستان به دلشان نمیاید. متوجه هستی؟ و جوانهایی که در خارج متولد میشن اونا هیچ عشقی به وطن برشان پیدا نمیشه. اونا فکر میکنن که افغانستانشان یک جای مخروبه، جنگ زده و خیلی حالتش خراب است. ولی نه، وقتی که ما میریم از طبیعت زیبای افغانستان تصویر نشر میکنیم، از فرهنگ های زیبای مردم افغانستان تصویر نشر میکنیم، از مقبولی ها و خوشبختی های مردم تصویر نشر میکنیم، او وقت من مطمئن هستم در 100 نفر 2 نفر ما راضی ساخته میتونیم که دوست دار از این وطن شود. یعنی ما و شایق، ما و خانوادیم، شاید خیلی از افغانها، ولی ما هم در سطح خود کوشش نهایت ما را میکنیم که فرهنگ وطن دوستی را در دل افغانها زنده بکنیم که اینا وطن خود دوست داشته باشن، نه که بزرگترین آرزویشان ای باشه که چگونه میتونن از این وطن به یک جای دیگه برن. دقیقا واقعا حرفایی که پدرم زد تمامش واقعیت داره. واقعا سپاسگزارتون هستم پدر جان، واقعا
اما کسایی که ما را دشنام میتن کسایی هستن که نمیخواین تصویر خوب از افغانستان به نشر برسه چون که اونا باز دیگه نمیتونن در خارج زندگی بکنن. اونا مجبور هستن پس دوباره به وطن خودشون برگردن. بله. یعنی اگر امی نکته را شایق جان، وقتی که ما تصویر زیبا نشر بکنیم، از امنیت در افغانستان بگوییم، از محبت و صمیمیت در افغانستان بگوییم، از خوبی ها در افغانستان بگوییم، نکته بسیار خوب اشاره کردی. اونا بعضی هایشان خیلی شوقی میشن که دوباره با فامیل هایشان به افغانستان برگردن، بعضی هایشان خب کشورها متوجه از این نکته میشن که افغانستان جای امن است، جای خوب است، جای راحت است، پس اینا رو روارد با وطنشان. اما درست، پس به او خاطر بعضی کسا به او لحاظا مخالف ما میشه، ولی ما دوست داریم در چینل جدید شایق جان کسای دور ما جمع شوه که ما را از ته دل دوست داره. بله. یعنی اگر شما ما و شایق جان دوست ندارین اصلا ما را سابسکرایب نکنین، برنامه های ما را نبین. بله. و اگر شما ما را دوست ندارین اصلا برنامه های ما را نبین. و اگر دوست دارین ما را حمایت بکنین چون که ما شما را دوست داریم از ته دل خود. و یک جهان سپاس از شما هموطنان عزیز. چینل جدید ما هست، سابسکرایب بکنین تا ما بتونیم بهترین برنامه ها را خدمت شما عرضه بکنیم. و کسایی که ما را دوست دارین حمایت بکنین، سابسکرایب بکنین. و اگر دوست ندارین خب راحت سابسکرایب نکنین، لایک هم نکنین، ویو هم نکنین. بله، یعنی ما دنبال پول نیستیم. ای که بعضی از دوستا میگه در کامنت بعضی ها نوشته میکنه که شما به خاطر ویو ای کار میکنین، به خاطر ویو کار میکنین، نه خیر، ما به خاطر ویو هیچ کاری نمیکنیم. ما میخواییم که تصویر واقعی از وطن خود به نشر بسپاریم. اگر شما میخواییم تصاویر فیک ببینین، تصاویر دروغین ببینین، از بدبختی ها بدحالتی ها بشنوین، پس چینل های خیلی زیاده است. فقط نوشته که ما یک چیزی رو راستی شایق جان تجربه کردم. ما میخواییم بر شایق بعض شعرها رو انتخاب بکنم. تجربه کردم. همیشه شاعرای ما کوشش کردن که بگوین وطنم خسته و خرابم که حال خرابت را میبینم، آنقدر بیتابم که حال خرابت را میبینم. متوجه هستی؟ وطنم توته توته هستی، وطنم پارچه پارچه هستی، وطنم ای رقم هستی، وطنم او رقم هستی. خدا حاضر و شاهد است که بسیار به سختی میتونین که یک شعری را پیدا بکنین که دو توصیف از زیبایی های وطن شده باشه. بسیار سخت است که شما یک شعری را پیدا بکنین که دو از موفقیت های جوانای وطن گفته شده باشه. بسیار سخت است که شما یک شعر را در سوشال میدیا پیدا بکنین که دو از دوستی ها، از محبت ها، از همبستگی افغان ها گفته شده باشه. بسیار سخت است که شما یک پیام زیبایی را پیدا بکنین که افغان ها را به اتفاق و همبستگی تشویق کرده باشه. همیشه از این گفتن که ظلم شده، ظلم شده، ظلم شده، ظلم شده. پس دقیقا ظلم هایی که در افغانستان شده 90% مشکلات از خود ما بوده، به خاطر که این ظلم ها را قبول کرده. متوجه هستی؟ ما پیشنهادم ای است که بیاین به خاطر اتفاق، همبستگی، اخوت، برادری یوتیوبرای ما هم کار بکنه، دولت هم کار بکنه، ملت هم کار بکنه، شاعر هم کار بکنه، آوازخوان هم کار بکنه، تمام افغان ها به خاطر اتفاق افغان ها کار بکنن. نه خیر، به خاطر از این کار نکنن که نه ولی فلانی ظلم کرد، فلانی ظلم کرد. هر کسی که ظلم کرد رفت پشت کارش، رفت پشت کارش. فعلا عصر جدید ما باید به خاطر از این کار بکنیم که چطور میتونیم که ذهن های جوان های خود روشن و این بسازیم که از آرام برادرت است، پشتون هم برادرت است، ازبک هم برادرت است، ایماق هم برادرت است، فلانی هم برادرت است، بیستانی هم برادرت است، تمام افغان ها در کل برادرت هستن و این برادرهای بالای تو حق دارن، بالای تو فرض است که تو برای زینا چی بکنی؟ خدمت بکنی. خدمت. ما پیشنهاد من ای هست، اگر شما دوست دارین که چنین موضوعات را
بشنوین، تصاویرش بیننده باشین. ما فقط از زیبایی وطن خواد گفتیم، ما از پیشرفت وطن خواد گفتیم، ما از اخوت و برادری در وطن خواد حرف زدیم. ما هیچ وقتی تصویر منفی وطن خود نشر نمی کنیم. ما بالای خود رشخند نمی زنیم. اگر امروز ما تصویر منفی یک وطندار ما را نشر بکنیم، پس یعنی بالای خود چی کردیم؟ رشخند زدیم، بالای خود ظلم کردیم. اون وقت است که بیگانه ها، کسایی که به بربادی وطن ما خوش هستن، خوشحالتر میشن. شاید اگر ما یک ذره از فقر، بیچارگی، بدبختی، بدحالتی صحبت بکنیم، کم و بیش بر از اونا کمک برسه. ولی کمک اساسی ای است که ما تاجرای خود تشویق بکنیم، ما سرمایه گذارای کسایی که در افغانستان سرمایه گذاری میکنه تشویق بکنیم، اونا را حمایت بکنیم، اونا را بگوییم که شما میتونید که اونا زمینه کار در افغانستان فراهم بکنید. اگر ما گریان یک مریض بکشم، یک برم یک غریب حالت بدش به تصویر بکشم، شاید 4 تا از دوستا پیدا شوه، $100 $400 بر از او کمک بکنن، بگن که میره به خانواده از او برسان. ولی او بر یک ماهش بس میکنه، بر دو ماهش بس میکنه، بس خلاص میشه. ولی اگر من تاجر خود تشویق میکنم، اگر من سرمایه گذار خود تشویق میکنم، او را حمایت میکنم، او را میگم که تو کار عالی کردی که در افغانستان سرمایه گذاری کردی، او باعث از این میشه که 400 نفر بر ابدالابد از کمپانی از او ماش بگیره و به خانه خود خرج ببره. دقیقا واقعا اینه که ما حمایت بکنیم از تولیدات داخلی و تجارای خود را حمایت بکنیم، مردم خود را حمایت بکنیم تا وطن خود ما را سرپا بکنن، این بهتر از ازی کرده که ما بریم به دیگر ملکا و ماش از دولت بگیریم و اونجا هیچ کارم نکنیم و از دولت پیسه بگیریم. واقعا وجدانمون اونجا راحت نمی باشه. بیاییم در وطن خود ما خدمت بکنیم. چرا؟ چون پول در داخل وطن خود ما به چرخش میایه و هم کسی که مال را از شرکت میبره به یک کشور دیگه او پیسه میگیره، هم کسی که مال بار میکنه پیسه میگیره، هم کسی که او مال تولید میکنه پیسه میگیره، هم صاحب شرکت پیسه میگیره، هم کسی که او شرکت به کرا داده یا خریده فروخته. یعنی بس صدها نفر مصروف کار میشه و اینمی اگر تاجرای خود تشویق میکنیم، حمایت میکنیم، پس پول در افغانستان به چرخش میاد و این پول باعث از این میشه که به هزاران نفر نان بخوره، رزق و روزیش پیدا بکنه و راحت در کشور خود زندگی بکنه. امروز چقدر بدبختی هست در ایران، چقدر بدبختی هست در پاکستان، در ترکیه، چقدر افغان های ما با مشکلات زیاد دست و پنجه نرم میکنن، چقدر زیاد. پس اگر ما تاجرای خود تشویق میکنیم و میگیم که اینا عالی هستن، اینا در وطن کار میکنن، زحمت میکشن، امروز چارایی ها را اکثریتش تاجرا جور کردن، دقیقا زمینه را برشان شاروالی مساعد کرد، شاروالی کابل مساعد کرد، شاروالی ایراد مساعد کرد، از دیگه ولایت ها مساعد کرد، تاجرا را فرصت از این را دادن که اونا در زیبایی شهر سهم بگیرن. ولی شارکی زیبا ساخت همین تاجرا. بله. پس به این عنوان که اگر ما بتانیم تاجر خود حمایت بکنیم، پس تاجر میتونه که پس صدها نفر در کار بگیره، اونا را حمایت بکنه، اونا را ماش بده. اگر ما مردم را تشویق میکنیم که شما از تولیدات وطن استفاده بکنین، پس اونا هم تولیدات وطن استفاده بکنن، تاجرهای ما چی میکنن؟ منفعت میکنن. ولی تا چی وقته ما به ایران خدمت بکنیم؟ تا چه وقت ما به پاکستان خدمت بکنیم؟ تا چه وقت ما به کشورهای خارجی و آمریکا و اروپا و کسایی کجا رفتن؟ خب بیزار سویهشان بالاست. ما مقصد ما هم ایران و پاکستان است که افغانهای ما بیشتر از فقر و بیچارگی به می دو کشور میرن، چرا کشورهای دیگه خود رساندام نمیتونن. تا چقدر وقت ما به اینا خدمت بکنیم؟ بیاین که سر در گریبان خود بکنیم، بیاین که خوب خود خوب بگوییم، بد خود بد بگوییم، بیاین که هیچ وقت تخریب یکی دیگه خود نکنیم. کوچکترین خبرنگار افغانستان شایق کفشانی است. کوچکترین و خرد ترین یوتیوبر افغانستان شایق کفشانی است. من یک نکته بسیار اساس اشاره کردم. ببینین که چقدر ما در دل خود کینه داریم، چقدر ما در دل خود نفرت داریم بر یکی دیگه خود. هیچ وقتی نمیخوایم که دست یکی دیگه خود بگیریم و این فرهنگ سازی نشده.
یک چند وقت پیش سالگیری شایق جان بود، ما دعوتنامه را در گروه یوتیوبرای افغانستان انداختم. یعنی در افغانستان کوچکترین یوتیوبر افغانستان این شایق است. مثل پسر از این کسایی هست که در یوتیوب کار میکنن، مثل برادر خرد این کسایی هست که در یوتیوب و در تلویزیون ها کار میکنن. یعنی خردترین عضو فامیل رسانه‌ای افغانستان شایق کفشانی است. ولی ناجوانا در سالگیری شایق کفشانی نامدن. یکیشان نامدن با غیر از یک تا دو تایی که اونا هم به شکل کبر نکردن برنامه سالگیری شایق کفشانی را. ولی سپاس میکنیم از رئیس ژورنالستان آزاد افغانستان جناب مجددی صاحب و بزرگار دیگری که در اونجا تشریف آوردن، شایق جان تقدیر کردن و حتی تقدیرنامه برش دادن که شاید همینجا باشه تقدیرنامش دادن. شما باور بکنین که اینمی فرهنگسازی در افغانستان نشده که شما خرد خود تشویق بکنین، بزرگ خود احترام بکنین، شما بیاین کوچکترین خبرنگار افغانستان، کوچکترین یوتیوبر افغانستان شما تشویق بکنین. نخیر، ما در یکی از ولایت ها رفته بودیم، قرار بود یکی از تاجران بر شایق کفشانی موتر جایزه بده. یعنی از بس که کارهای شایق خوش آمده بود، قرار بود که موتر جایزه بده بر شایق جان. شما باور بکنین که خبرنگارای همون ولایت به نوع تظاهرات کردن، یعنی به نوع شکایت کردن که شایق از ما چی برتری داره که شما بر شایق موتر جایزه میدین. ما میخوایم برتان بگویم که شایق چه برتری داره. شایق اگر از یک تجار خود تعریف میکنه جنسش و میگه که این جنس شما بخرین از تولید وطن حمایت بکنین، پس فکر بکنین که 42% کسایی که برنامه های شایق میبینه 42%ش در افغانستان است و این یک منفعت بزرگ برای تاجر است وقتی که تشویق میکنه و او را حمایت میکنه. یک برتری شایق ای هست. دیگه برتری شایق ای هست که دیگه برتری شایقی هست که در اینستاگرام همچنان همقدر فالوورز داره که وقتی که در مورد یک چیز بحث بکنه به نفع تجار میباشه، به نفع وطن میباشه، به نفع ملت و دولت میباشه. پس یعنی در اینستاگرام هم قدرت شایق الحمدلله خوب است، در فیسبوک هم خوب است، در تیک تاک هم خوب است و در یوتیوب هم که چندین بار یوتیوب ما خراب شد و حال بزرگی جناب پوپلزای صاحب که تقریبا 56,000 سابسکرایبر یوتیوب داره که به شایق جان تحفه داده. هیچ کسی عبط و ناق کسی را تشویق نمیکنه. شما پیش خود این فکر بکنین که شما چی کاری به وطن کردین که شما را کسی موتر جایزه بده؟ چی کاری شما برای زی وطن کردین که شما را کسی موبایل جایزه بده، موتر سایکل جایزه بده، شما را تشویق بکنه، شما را تقدیر نامه بده؟ شما پیش خود بعضی هایتان دقیقا، ولی بعضی هایتان اصلا کاری به خاطر وطن نکردین. اگر کردین سوژه سازی کردین، برنامه سازی کردین فقط به خاطر ویو چینل خود. به خاطر وطن چی کردین؟ به خاطر حمایت از تاجران افغان چی کردین؟ به خاطر حمایت از محصولات وطنی شما چی کردین؟ به خاطر پاکی و صفایی شهر شما چی کردین؟ چی کردین؟ یک تا ویدیو را شما به من آدرس بدین. امی کسایی که علیه ما تظاهرات کردن که ولی شایق چرا قدر تشویق میکنین، ما را کم تشویق میکنین. شما چی کردین؟ شما برای من یک ویدیوی تانه نشان بدین که اینی کار خوبه ما کردیم. شما همیشه سوژه ساختین به خاطر ویوی چینل خود، ولی هیچ وقت سوژه نساختین به خاطر زیبایی وطن خود. هیچ وقت سوژه نساختین به خاطر اتفاق همبستگی اخوت و برادری هموطنان خود. بعضی هایتان هم میگم کالا باز کلگی به خود نگیره. ببینین، ما باید از کوچکترین خبرنگار افغانستان حمایت بکنیم، ما باید از بزرگترین خبرنگار افغانستان حمایت بکنیم، ما باید از تمام خبرنگاران افغانستان، یوتیوبران افغانستان، ژورنالستان افغانستان حمایت بکنیم. ما همیشه باید حامی یکی دیگه خود باشیم، نه که در صدد تخریب یکی دیگه خود باشیم.
شما باور بکنیم که آدم خجالت میکشه که وقتی بزرگترین خبرنگارا، کسایی که میگم منم، کسایی که میگه 10 سال مسابقه رسانه‌ای دارم، 20 سال سابقه رسانه‌ای دارم، میایه و امرای شایق جان بخیلی میکنه، باور کن مخو میشرم، مخو میشرم. چرا؟ چرا؟ چرا در طول اینمه قدر وقت که این تقدیرنامه را که ببینین رئیس اطلاعات فرهنگ تخار بر شایق جان داده، اجازه تان باشه این را که میبینین، این را تحفه ای از طرف رهبری خورشید بیان به خبرنگار جوان افغانستان در بدخشان به شایق جان دادن و اونمو تو از طرف ایرانی ها شایق تقدیرنامه گرفته، از طرف خیلی، از طرف رئیس ژورنالیستان آزاد افغانستان شایق جان تقدیرنامه گرفته، از خیلی بنیادا، از خیلی جایا شایق جان تقدیرنامه گرفته، ولی آیا من حیث بزرگترین خبرنگارای افغانستان که امروز بعضی هایتان با شایق بخیلی دارین، شما کدام وقتی یک دانه قلم به شایق جان دادین، یک پارچه شعر در واتساپ شایق جان روان کردین که شایق جان اگر این شعر بخونی بسیار عالی میشه؟ شما همه قدر کار کردین؟ نه خیر. یعنی ای به این معنا هست که شما دوست ندارین که یک کسی که خرد باشه بزرگ شوه، شما دوست ندارین که در کنارتان دیگر دوستا رشد بکنه. پیشنهاد من ای است، پیشنهاد برادری من ای است که عزیزای دل بیاین که تمام ای کینه ها و کدورت ها را از هم دور کنیم، بیاین که فقط به خاطر وطن خود کار بکنیم، به خاطر آبادی، زیبایی، فرهنگ سازی، وطن دوستی و وطن ساختنش و زیبا ساختنش کار بکنیم. خب زیاد پر حرفی شایق جان نمی کنم. شایق من موفقیت های زیاد برات از خداوند خواهان هستم. من حال را میگم که حامی شایق جان، اگر امروز یک کسی از دوستا تماس گرفته بود که خودت مهمان برنامه ما هستی، من گفتم من هم میخوایم در روی رسانه ها باشم، شایق قصد کفایت میکنه. من گفتم میتونم که حامی شایق جان هستم. من من حیث پدر شایق به تمام پدرها پیشنهاد من ای است که زمینه رشد بر فرزندتان مساعد بکنین، فرزندتان در یک قفس قید نکنین، او را شما یک چیز بیکاره به جامعه تقدیم نکنین، بگذارین که فرزندتان هنرش به شما نشان بده و شما زمینهش مساعد بکنین تا هنر فرزندان خود پیدا بکنین. قرار نیست هر کسی مثل شایق صحبت خوب بکنه، قرار نیست هر کسی مثل آیت شعر خوب دکلمه بکنه، قرار نیست که هر کسی مثل از او بچه ایرانی که از فوتبالست چی نام داره؟ آرات حسینی. آرات حسینی باشه. قرار نیست که هر کسی، اینجا یک دختره که بسیار لایق و با فهم بود، کسی که تقدیرنامه را داد استاد چی بود، فن بیان بود در بدخشان، نامش مچون چی بود، زهرا بود، چی بود نامش؟ زهره بود مچون. هرچی که بود سلام ما برش برسه، بسیار لایق بود. قرار نیست هر کسی مثل از او استاد فن بیان باشه. بعضی کسا در ورزش لیاقت داره، بعضی کسا در نقاشی، بعضی کسا در نویسندگی، بعضی کسا در خطاطی، بعضی کسا در مستریگری، بعضی کسا در نجاری، بعضی کسا در آینگری، هر کسی در هر بخش هنر داره. شما هنر فرزندانتان پیدا بکنین، نه که در صدد تخریب فرزندان دیگر باشین. شما هنر فرزندانتان پیدا بکنین، نه که در صدد تخریب فرزندان دیگر باشین. بله، همیشه باید که کودکان خود را، نوجوانان خود را به این وادار نکنیم که دیگران را تخریب بکنن. اونا را بگوییم که خودتان را بسازین، نی که دیگران را تخریب بکنیم. بعضی از سخنرانان میگن، همونایی که سخنرانای انگیزشی هستن، میگن که هیچ وقتی یک کسی که از شما بهتر بود را
تخریب نکنیم. از او سوال بکنیم که دلیل موفقیتش چی هست. شما هم پند بگیرین و او را سر خود عملی بکنیم تا که یک شخص موفق در جامعه باشیم. زیاد بار حرفی نمیکنیم، وقتتان را نمیگیریم. سپاسگزار که بیننده ما بودین و انشالله که کدام حرفی نزده باشیم که بالای شما بد تأثیر کرده باشه. یک جان سپاس، خوشحال شدیم از اینکه برنامه ما را تماشا کردین. همین و تمام. عزیزای دل، چینل جدید شایق کفشانی را حمایت بکنین، با دوستایتان شریک بسازین، در کامنت ها امو دیدگاه خود شریک بسازین، بگوین که شایق چگونه برنامه ثبت کنه که به تبع دل شما باشه. دقیقا.